در زندگی کسی برنامه نداشته باشه یا برنامه درست نداشته باشه، به عبارت دیگر تدبیر خوب نکنه یا سوی تدبیر داشته باشه درست. پس بنابراین یکی از عوامل فقر می شود. جمله بسیار زیبای بازم از علی علیه السلام داریم. علی علیه السلام چی میفرماید؟ میفرماید حسن و تدبیر یمنی قلیل المال. خیلی جالبه، میگه که کسی که تدبیر خوب داشته باشه، برنامه خوب داشته باشه، زندگی خود رو خوب مدیریت بکند، یمن قلیل المال، مال کم او را به رشد میرساند، زندگی او را توسعه میدهد، او را سرمایه دار میسازد، او ثروتمند میشود. اداره خوب و تدبیر معقول، چون از مال کم خود به جای درست استفاده. و سوء تدبیر یفنی کثیره، کسی که بد تدبیر میکنه، خوب برنامه ریزی نمیکنه یا برنامه ریزی نداره، میفرماید این یفنی کثیره، مال زیادی هم گیرش بیاید، دستش بیاید، باز هم او را از دست میده. با تجربه ما و شما ثابت کردیم، دیده ایم، شنیده ایم که چی بسا بعضی بچه ها بوده از پدرش ثروت زیادی برایش مانده، پدرش خوب تدبیر کرده بود، ثروت خوبی را برایشان به وجود آورده بود، ولی بعد از پدر مثلا 1 سالی نگذشته، 2 سال، 10 سال بفرمایید نگذشته، همینه که یک وقت دیده که دست خالی شده، این آدم شده مستمند، این آدم شده دستش خالی، این آدم شده فقیر، پولی داشته رو نتونسته او را نگه بداره. پس بنابراین یکی از عامل فقر که باعث می شود و خود ما هم برای فقر با وجود آمدن فقر نقش بسزایی در اون داریم، همین بی تدبیری یا ارشاد بی برنامگی.